سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من امین اینفرنو هستم و خوش اومدید به ویدیوی امروز. ویدیوی امروز که چه عرض کنم، میشه گفت چندمین ویدیوی امروز. بچه‌ها واقعا انرژیم بالا رفته، کلی دارید حمایت میکنید. شاید از این بعد در روز اصلا 3 تا یا 4 تا گیم پلی آپلود کنم. یه توضیح هم راجع به شماره 2 بدم. بچه‌ها رندوم سرور اروپا مینداخت، سرور اروپا وقتی بده بچه‌ها پینگمون مثلا میشه 70-80. مجبور شدم گلوبال بزنم که شماره 2 اومدش و پینگا درست شد. بریم یه خورده ایرانی بخوریم و یوتیوبر بزنیم. عرب همه چی تو این بازی بوده، کلی خفن شده. بزن بریم پلتفرم. بچه‌ها این گیم پلی رو بهتون پیشنهاد میکنم حتما تا آخر نگاه کنید. هر جا احساس کنم نکته آموزشی به نظرتون میرسیم یا هر چیزی باشه براتون توضیح میدم. بزن بریم. اوه چقدام دارن میان، اینا میرن فارم یا میان پلت. واقعا که هزار بار میگم برید این ویدیوهای جامپای امین اینفرنو رو نگاه بکنید که نیفتین پایین اینجوری. آقا برو نگاه کن، کلا وقت تو 10 دقیقه میگیره. به جاش میرسی دیگه. اوه اکی رو بده به من پلیر. سلام داداش یوتیوبرم، چی کار میکنید؟ خدای چرا مثلا یعنی اینقدر سطحتون بالا، نمیتونی از کلن کیوی عربن نمیتونید برسید به پلتفرم؟ خدایا من به کی بگم آخه؟ یه جامپ دیگه یاد بگیرید بی تربیتا. خب بچه‌ها اینم وضعیت جامپ زیبای منه، یعنی همچین چیزی رو فکر نکنم اینجا بتونید ببینید. آخه چه وضعشه؟ او این دیگه چی میگه اینجا؟ چون سریع هم میره. فرار کردی؟ الان میام ستون، هیچ راه در رو نداری. این بچه ها فکر کنم یار همون کیه هست کی بهش میگه همون کلن کیویه. منتورایی داشت درسته؟ خدای طرف بدون وست با یه شات نیفتاد با کیارم، یعنی چی؟ یه اسموک کنیم. اسموک خیلی حال میکنم جدیدم باهاش، ولی نینجا تنوزم عشق من، دوستش دارم. اینهاش اینهاش گیر دورنم. کجا میری؟ چقدر سریع این منتاره مارک میکنی برام؟ بزنش خب دیگه. گوش کجایی؟ آه دیفند جونم برات عزیزم. بچه بعد از کلی گشت و گذار دنبال یه کیت حلال، یه آدرنالین حلال پیدا نکردم. برم پلتفرم ببینم چه خبره. خدایی با اچ پی 50 راش دادن اصلا چجوری بگم؟ من با چغلی دارم میرم، خدا بزرگه. آه خدایی دروغ بده، ولی جوری که این خط زیپلاین رو گرفته بود آدم میگرخه. چی بودین؟ دو تا سه تا تیر زد، حالا گستم داشت. نمیدونم گست بگم الان بگم مال سیزن 3 بود مال 4 بود، ایراد میگیرید نمیدونم، ولی مال بتل پس بود، شاید سیزن 5. بین 3 تا 5 تقریبی میگم. اگه میدونید تو کامنت ها بنویسید ببینم، لایکش میکنم که بقیه هم متوجه بشن. بریم بالا ببینم یه لقمه نون آدرنالین حلال پیدا میکنم. یعنی چی؟ هیچی نیست اینجا، خدا کنه فقط زنده بمونم. تو اسموگ اینا ببین، باکس هیل نیست، هیچی نیست. کجای اوناهاش؟ اوناهاش. اوه ایمشو بگیرم. خوبه اون 47 اگه برش میداشتم دهنم سرویس بود. این حداقل تیر داره. چی کار میکنی یارش؟ اچپیم 4، یه تیرم به کی بگم؟ خدایا بپرم. بچه ببینید وقتی جامپ میزنید به طریقی پشترستون نگاه کنید. این قشنگ پشتر من جامپ زد، لند کرد، یک کرده چپ و راست کنید برید داخل. یعنی فقط باید شانس بیارید اینجا، هیچ راهی نمیشه. شروع کردم تیر زدن که اگه پشت سرم اومد بمیره. خب دیگه اسموکو زدیم و میخوایم یه حرکت بزنم که فقط زنده بمونم. مرسی از یارم یک کاور ریز به من داد اینجا، دستش در نکنه. خدای کارش خوب بود، برای اولین بار یار رندوم یک بار به کار من اومد. آقا اچ پی 4 یعنی یک تیر، واقعا باید با مغزتون بازی کنید. ببینید این بالا بود، من نینجا هم نبودم، یه چند تا تیر زدم نخورد. سعی کردم زیپلاین رو بگیرم، از زیپلاین رفتم بالا. فقط ببینید چطوری دارم بهش تیر میزنم، چقدر دمیجش کردم از رو زیپلاین. یه تیر بود خواست ایرمون بزنه که نه دیگه گرفتمت. به این میگم بچه‌ها مغز بازی همیشه باید از کوچیک‌ترین چیز که حتی مثلا زیپلاین باشه یا آینید مدیسن بزنیم. شاید چیزی بهمون داد که فکر نکنم. ایول ایول لقمه آدرنالین حلال رو پیدا کردم بالاخره. بچه سعی کنید با مغزتون بازی کنید که خلاصه یعنی جمع میشن دستا. بچه اگه اون یک تیر به من میزد من پایین میموندم، احتمال مردن من بود. خدایا امان از دست این باتای عظیم.
بچه یه 47 ساده چیدم اتچمنتاش، خوبه اگه خواستین یه ویدیو ازش درست میکنم، حتما تو کامنت ها برام بنویسید، اگه درخواست بالا باشه بهتون میدم. یه دونه آدرنالین هم جایزه بدیم به این یار رندوممون که اونجا من رو یه کاور خوب داد، دستش هم درد نکنه. خلاصه دیگه نگید امین به همه یاراش میگه نو و فلان. ببین یه حرکت ریز زد، قدردانی میکنم، سپاسگزارم عزیزم. بزن بریم بچه من. یه تیم لیدربردی عرب داخل بازی بود، رفتن سر درا، با فاصله من لند کردم چون پینگاشون خوبن، از نزدیک میتونن خوب بزنن. یعنی اکه 47 هم خیلی خوبه و جواب. ببینید میرم سمتش، یعنی فقط باید با فکرتون بازی کنید بچه، یعنی باید حواستون باشه چی کار میکنید. انقدر پینگاشون خوبه ببینید، اصلا حتی چند تا تیر من با اینکه دقیق میزنم بهش نمیخوره. حالا یارمون با پریفارین ناک کرد، اونم یارش. ببینید تیرا رو چقدر دارم دقیق میزنم، ناک نمیشه. پشت چیش خوابید، یه نید بندازیم، امیدوارم قشنگ بخوره تو سرش و بترکه. نید من ترکید، حتی نمردین. خدا داره چیکار میکنه، از کجا انقدر اچ پی آورد؟ اسمو کنیم و راش. هی داداش من راه فرار نداری عزیزم. ناک شکید کردن عکزه عکس همچین عکس باید باشه. اسنوبورد لژندری معروفمو بردارم و بزنیم بریم سراغ انمی ها. لتس گو بچه. راشایی که میدید همیشه باید سازمان شده باشن. ببین من رفتم این بالا، حالا طرف کم کرده بود اینجا، هر چقدر چپ و راست کم، اکثرا از این بالا داخل این باس استیشن خیلی کیل میگیرم، دیگه مجبور شدم برم پایین. رفتم پایین، خط منو گرفت، چقدر دمیج خوردم با دو سه تا تیر. یعنی بازی تقریبا داره میشه مثل پابجی، خیلی سری دمیج میشی. من هاپوهاشم فرستاد، یارم هم ناک شد. الان اینجا اگه من با فکرم بازی نکنم بچه راحت میمیرم. فقط ببینید نگاه کنید میخوام چه کار کنم. راش میدم ببینید، یه فست اسکوپ میزنم این ناک میشه. ببینید الان باگ میخورم، نگاه کنید موقع جام رفتم رو سقف، سری میزنم رو فرست پرسن، خیلی شیک و مجلسی شبیه مولتی میزنمش، طرف ناک میشه. یالا لوبی بای بای بچه. تیر اول شاتگان من به طرف خورده بود، برگرد بزنید عقب نگاه کنید، تیر اولم خورد ولی ناک نشد، اصلا تیرم انگار بهش نخورد با اینکه ایمم دقیقا روش بود. میدونید برگردیم رو سوم شخص، تگ یارمونم بزنیم که عشق کنه و بریم سراغ بقیه. بچه از اونجایی که من این بغل اسما رو خیلی چک میکنم، حواسم بود یه تیم ایرانی دیگه هستن که داشت با اکو اینجور چیزا میزد. این با تو ما زدیم دیگه، اینجا من صدا تیرش رو گرفتم فهمیدم خودشونم. ببینید بچه شروع میکنم به ADS، تقریبا همه تیرام داره میخوره چون دقت تیر خیلی مهمه داخل ایک 47، طرف راحت ناکش میکنم با اینکه یارم من برام مارک زده، همین یارم رو زد. طرف اسمش کیدی احوازی، ایرانی هم هستش و میخواد بره یارش رو بلند کنه، مجبورم اسمو کنم و یه راش خوب بهش بدم. آقا از دیفندر نترسید، اسلاید چپ راست موومنتتون رو برید، موومنتتون انقدر خوب باشه این طرف یه تیرش بهتون نمیخوره با اینکه داره وایکو میزنه. عزیزم الان وقتشه که بری لابی و خدا نگهدارت. بریم تگ یارمونم بگیریم. اینجا باید یه مورد توضیح بدم برای کسایی که نینجا پلیر نیستن، حتما به کارتون میاد. ببینید من نینجا نیستم، نمیتونم برم رو سقف، میام اینجا شروع میکنم بپر بپر، تگو میگیره اینجوری، نگاه کنید الان برم بالا این میگیره، نگاه کنید تگو خیلی راحت میگیره و شروع میکنم به اسکن کردنش. بچه امیدوارم لذت برده باشین و کلی نکته یاد گرفته باشین. حالا منتظر گیم پلی های بعدی منم باشید، حتما کانال رو در روز چند بار چک کنید، چون فقط من ساعت 8 رو بهتون تضمین میدم که گیم پلی اصلی باشه و در طول روز شاید ویدیوهای بیشتری آپلود بکنم. و خسته نباشید، خیلی دوستتون دارم، خیلی خفنید، فعلا خدا نگهدار.